بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضان، ماه برکت، ماه رحمت و ماه مغفرت بر همه مردم مسلمان ایران و همه مسلمانان جهان مبارک باشه. ماه پر رحمت و همون تعبیر کوتاهش همونه که در روایات آمده، ماهی است که همه درهای بهشت باز میشه و همه درهای جهنم بسته میشه. این دیگه خلاصه اساره اون واقعیتی است که در این ماه مبارک هست که خود پیغمبرم فرمود قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، هو شهر عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام لیالی افضل اللیالی، تا آخر اون بیان پیامبر عظیم شأن اسلام که در روز آخر، در جمعه آخر ماه شعبان ایراد کرد راجع به ماه مبارک رمضان. خب این ماه، ماه معنوی است، یعنی ما همه ما در سراسر کشور باید احساس کنیم که ماه رمضان آمده، نه اینکه تو خیابون کسی غذا نمیخوره یا مثلا سیگار نمیکشه، مراعات میکنن همه مناسک دینی و مذهبی، اونا حداقل کار هست. ماه رمضان ماهی است که ما باید کاملا معنویت رو احساس کنیم، برادری رو احساس کنیم. در ماهی است که ما کاملا قلبها عوض میشه، یعنی تو همین ماه رمضان تو دعای هر روزه میخونیم اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک، خدایا تو همه خوبی ها هستی، ما هم با ایرادها و نقصی که داریم ما رو برگردان به سمتی که تو هستی، به سمتی که همه خوبی ها هست، به اون سمت ما رو حرکت بده. فخب در این ماه مبارک رمضان خداوند مقدر کرده که عمل کم رو با ثواب زیاد جواب بده و پاسخ بده. در اون دعای ماه مبارک رمضان هست یا من اخذ القلیل و شکر الکثیر، خدا خداوندی است که عمل کم، عبادت کم رو از ما قبول میکنه و پاسخش پاسخ بالایی است. حالا اینجا تعبیر شکر داره، خداوند شکر میکنه از بندگانش. حالا بگیم این تعبیر قدردانی شاید تعبیر درستی نباشه، خداوند جزا میده، پاسخ میده در واقع به اونهایی که حتی عملشون عمل کم هست و قلیل هست به تعبیر این روایت. به هر حال ماه رمضان، ماه همونی که در هلال ماه رمضان خونده میشه احله بالامن والایمان والعافیت والاحسان والسلامت والاسلام، یعنی این ماهی است که هم توش احساس امنیت میکنیم، احساس آرامش میکنیم. یعنی امنیت معنیش این نیست که بمبی رو سر ما ریخته نمیشه، یعنی دیگه زبان فحش رو هم نمیشنویم، یعنی زبان تهمت رو هم نمیشنویم، یعنی سخن ناروا رو هم نمیشنویم، یعنی تحقیرها رو هم نمیشنویم. یعنی در این ماه، ماهی است که همش امنیته. آدم روزنامه رو نگاه میکنه امنیته، صدا و سیما رو نگاه میکنه امنیته، سخن مردم رو نگاه میکنه امنیته، مراکز رسمی رو نگاه میکنه امنیته. یعنی هیچ جا آدم احساس نمیکنه که ببینیم اینجا چی میگن، ببینیم اینجا چی نوشتن، نه همش خوبیست. این ماه،
ماه خوبی هاست، ماه احسان، ماه نعمت. و در این بیان امن و ایمان رو در کنار هم قرار داده، یعنی اونجایی امنیت هست که ایمانه، هر کجا که ایمان هست اونجا امنیت هم هست، و اسلام رو در کنار سلامت قرار داده، هر کجا اسلام هست اونجا سلامت جسم و روح هم هست، سلامت قلب و فکر هم هست، سلامت ذهن و زبان هم هست، و هر کجا سلامت اسلامه، اسلام دین تسلیم، دین سلام، دین صلح، دین نیکی هاست. اساس اسلام اینه دیگه، ما به هم میرسیم سلام میکنیم دیگه، یعنی اصلا کل اسلام ایناست. کاری بخوایم شروع کنیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، از رحمت خدا، از رحمانیت خدا حرف میزنیم، همش اینه، اسلام اساسش ایناست. البته دفاع و جهاد و اینا هم سر جای خودش محفوظ هست، ولی اصل اسلام بر ایناست. و تو این ماه مبارک رمضان همه ما تلاش بکنیم، همونی که در دعای شبها هم میخونیم، اشف بهی صدورنا وذهب بهی غیظ قلوبنا، خدایا کاری بکن ما دل ما نرم بشه، دل ما پاک بشه، قلب ما کینه ها بره. این هر شب داریم میخونیم در دعای افتتاح، این دعا رو میخونیم و انشاءالله ماه، ماه سلامت و ماه محبت و ماه پاکی و ماه مهربانی باشه. البته امسال مردم عزیز و مسلمان ما در کشور ما و در بسیاری از کشورهای جهان، من با یکی دوتا از رهبران کشورها این روزا صحبت میکردم، اونا هم در یک موج بزرگی گرفتار شدن. حالا اینجا بعضی ها فکر میکنن که چون عید نوروز بود و یه عده رفتن مسافرت، الان همه کشورهای دنیا گرفتارن، اونایی که عید نوروز هم نداشتن. به هر حال البته اینا مؤثره، ترددها، دورهمیها، مراعات نکردن، اینا همش تأثیر گذاره، ولی دنیا با یک موج جدیدی مواجه شده. ما همه باید کمک کنیم به هم دیگر. الان وقت شعار و سخنرانی و اینا نیست، ما وقت عمله، همه امون باید عمل بکنیم. البته بخش بهداشت و درمان ما بار بسیار سخت و سنگینی بر دوش داره و ما قدردان اونا هستیم، این کار عظیم و بزرگ رو دارن انجام میدن. همه مسئولین کشور یه مسئولیت بزرگی دارن در سراسر کشور، ما باید کاری بکنیم که نشون بدیم همه اصولی که به ما گفته شده به عنوان پروتکل ها اونا رو اجرا کنیم و پیاده کنیم. کاملا شما اگر مراعات پروتکل رو، برای اینکه روشن باشه، این جزو واضحات دیگه، جزو بدیهیات، از اول این داستان کرونا تا امروز شما نگاه کنید، هر وقت مراعات مردم در پروتکل رفته 85-90 آرام شده، هر جا پروتکل افتاده حدود 50 و 47 و 45 به هم ریخته. این دیگه هیچ استثنا نداره. یعنی من به عنوان کسی که به هر حال در این زمینه مسئولیت دارم و از اولم بودم، همه آمارها هم دستمه و هر روز هم آمار رو میخونم، هیچی جز این نیست، همه مراعات میکنن، مراعات میرسه به 85-90 درست میشه همه چی، مراعات ها رها میشه، توجه نمیشه، میفته به 50-45 دو مرتبه همه به هم میریزه. به هر حال اساسش دست خود ما هست، البته همه مسئولیت داریم، هیچ که نمیتونه از زیر بار مسئولیت فرار بکنه. کلکم را دیگه، کلونا را و کلونا مسئول، همه ما مسئولیت داریم، همه ما بار بر دوش ما هست، ولی اساسش اینه که دستورالعمل ها رو همه مراعات بکنیم و اجرا بکنیم. تو این مقطع واکسن یک نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه.
ممکنه یک کسی واکسن هم زده باشه باز هم مبتلا بشه، این بله ممکنه پیش بیاد. یه نوع ویروسی باشه جهش یافته طرف مبتلا بشه، ولی واکسن مسئولیت بسیار بالایی از مرگ و میر میده. یعنی کسی که واکسن رو زده خب بعد ممکنه این ویروس به یه شکلی او را مبتلا کنه، حالا دو روز سه روز چهار روز مریض میشه بعد خوب بشه. حفظ جان مردم برای ما اوله، اول حفظ جانه، بعد هم این گردش ویروس رو باید قطع بکنیم. این هر دو مد نظر ما هست. تو این شرایط وارد کردن واکسن به عنوان یک وظیفه است. هر شرکت خصوصی، هر بیمارستان، هر مؤسسه، هر که میتونه از هر کجا واکسن وارد بکنه، واکسن هایی که البته مورد تایید وزارت بهداشت درمان ما بیاره، با عرض نیمایی هر مقدار هست بیاد تو مردم پخش بشه. قیمتش هم قیمت زیادی نیست، خود واکسن قیمت زیادی نداره، با عرض نیمایی هم چیزی نمیشه، با حمل و نقلش و مخارجی که برای تزریق هم هست عدد بالایی نمیشه. هر کس بیاره واقعا مردم استفاده کنه. البته وزارت بهداشت درمان مسئولیت داره، اونم میاره واکسن رو، اون در چارچوبی که ستاد ملی کرونا تصویب کرده بر اون مبنا عمل میکنه. یعنی اول کادر بهداشت درمان رو واکسینه میکنه، بعد افرادی که سنشون بالا هست، افرادی که بیماری های زمینه ای دارن، ولی واکسن آزاد هم بیارن به هر حال مردم بتونن استفاده بکنن به قیمت معمولی. و خب اونم خیلی میتونه کمک کنه به این مسئله. واکسن اساساً در این زمینه میتونه یاری کنه ما رو. البته واکسن های داخلی هم ما همه رو تقویت میکنیم. من البته بعضیا به من میگفتن شما نذارید که 4 تا 5 تا واکسن برن دنبالش، خب بذارید یه واکسن. خب ما اینه مشورت کردیم، دیدیم که خیلی تضاهمی با هم ندارن. اولا بعضی از واکسن ها پایه‌اش فرق میکنه، بعدش هم حالا این مؤسسه اون مؤسسه دارن درست میکنن. چیزی نیست که این باعث شه اون یکی به تأخیر بیفته. چون اینجور نیست ما گفتیم اشکال نداره، همه اینا رو یاری کنید، همه اینا رو کمک کنید، واکسن بیاد به بازار. البته واکسن داخلی ما ممکنه مثلا تو تابستون به دست مردم برسه، حالا هر وقت که رسید. به هر حال الان تو این مقطع آوردن واکسن خارجی یک وظیفه ماست. وزارت بهداشت درمان مسئولیت خودش رو داره، شرکت های خصوصی هم آزادن که این کار رو انجام بدن. من بارها این رو گفتم، باز هم تکرار میکنم، این یک وظیفه بسیار مهمی است برای ما. و مردم عزیز ما در این ماه رمضان کمک های مؤمنانه رو فراموش نکنن، بیش از ماه های دیگر، به دلیل اینکه اجرش و ثوابش قابل مقایسه با ماه های دیگه نیست. این ماه عبادتش متفاوته. البته اساس ماه رمضان عمدتا بر صیام و قیام و قرائت قرآن و تلاوت قرآن و ایناست، ولی احسان و نیکوکاری و افطار و اینا جزو مواردی است که مورد تأکید هست در همه روایات ما. و حالا که امسال نمیتونیم ما افطار به صورت معمولی، مراسم معمولی، مردم عزیز ما در همه مساجد شهرهای مختلف همه دارن تلاش میکنن، این تلاش رو افسوده بکنیم. و من خواهش میکنم از همه وزرای مربوطه و تأکید میکنم بر اینکه در این ماه رمضان برای رفاه مردم، برای مواد غذایی مردم، برای قیمت اجناس، چه تعذیرات، چه اونهایی که باید مواد غذایی رو بخرن، وارد کنن، بیارن، همه این کارها رو در ماه رمضان بیش از ماهای دیگر باید انجام بدیم. فی اون در روایات آمده، در دعاهام آمده، فی یسرن و عافیه و سعت رزق. تو این ماه رمضان ما از خداوند میخواییم هم یسر باشه، هم همه چی آسون باشه، راحت باشه، سختی ها نباشه، مشکلات نباشه، هم عافیت باشه، سلامتی باشه، هم صحت رزق، مردم یه زندگی بهتری رو تجربه بکنن. اینا جزء دعاهای ماه رمضان ما هست. ماه یسره، ما کاری بکنیم مردم در سختی نباشن،
همه وزرا بخش اقتصادی ما در این زمینه باید بسیج بشن که مردم ماه رمضان رو با سختی تجربه نکنن. و این درس بسیار مهمی هست در این دعاهای ماه رمضان، خیلی مهمه، باید بهش توجه بکنیم. میگه یسرن لا یمازجه عسر و خیرن لا یشوبه شر. خدایا ما از تو یسری میخواهیم، راحتی میخواهیم، شرایط خوبی میخواهیم که هیچی توش عسر و سختی اصلا نباشه، و خیری میخواهیم که هیچی شر توش نباشه. خب پس ما راحتی میخواهیم برای مردم، ما یسر میخواهیم برای مردم. خب الان هم عافیت هم یسر که در این دعاهای ماه رمضان تاکید شده، عافیتش به همینه که کادر درمانمون کمک کنیم، خودمون هم پروتکل ها رو مراعات بکنیم، رفت و آمد ها رو محدود بکنیم، دور همی ها رو محدود بکنیم، عبادت هامون ناچار هستیم. البته چقدر خوب بود که نماز جماعات، مراسم تلاوت قرآن دست جمعی، خب اون یک جایگاه دیگری داره، جاذبه دیگری داره، ولی حالا امسال دیگه چاره ای نداریم، باید انفرادی بیشتر عبادت ها رو انجام بدیم، صدا و سیما، فضای مجازی بتونن این کمبود رو جبران کنن، همونطور که پارسال جبران کردن. ما تجربه پارسال رو داریم، امسال هم همون تجربه رو اجرا کنیم و عمل کنیم برای اون عافیت. اما یسری که باید ایجاد بشه، همه باید تلاش بکنیم این بار سنگینی که دشمنان ما به دوش ما انداختن، یعنی بار تحریم، یعنی جنگ اقتصادی، ما باید جنگ اقتصادی رو قطع بکنیم، باید این ظلم رو پایان بدیم. بعضی ها میگن دست ظالم باید قطع بشه، منتها خب کی؟ میگن که مثلا خوب نیست تو اردیبهشت و خرداد و اینا کراهت داره، بذارید ما رد شیم به تیر برسیم، اون وقت اب نداره. بابا دست ظالمه باید فوری قطع کرد، این حرفا چیه؟ تیر و مرداد ما نداریم. ظالم اون کسی که گروگان گرفته زندگی مردم رو، که داره مردم رو آزار میده، حتی در تهیه واکسن داره ما رو اذیت میکنه، حتی در تهیه مواد غذایی داره ما رو اذیت میکنه، و بیش از 3 سال هست که این فشار بر روی مردم ما هست. ما باید دست این ظلمه رو قطع بکنیم، 1 ساعت هم زودتر بتونیم این کار رو بکنیم، باید این کار رو بکنیم. ما چرا از مذاکرات میترسیم؟ ما نمیفهمیم این چی اصلا، چی تو کله ما کرده؟ چرا از حرف زدن میترسیم؟ چرا از مگه قرآن نمیگه با کفارم جدال احسن بکنیم و جادل هم بلتی احسن؟ چرا میترسیم از حرف زدن؟ چه فرار میکنیم؟ ما قدرتمندیم، ما خودمون ضعیف نبینیم، فکر نکنید ما ضعیف. میگن آقا روبروی شما میدونید کیه؟ آمریکاست. خب باشه، آمریکا کیه مگه؟ ما قدرتمندیم، با آمریکا مذاکره میکنیم، همونطور که مذاکره کردیم در برجام و او رو آوردیم سر جاش نشوندیم. ما توانمندیم، اینقدر رو توان ما شک نکنید. بعضیا میگن مثلا ما بریم اینجا بیل بزنیم، کشاورزی بکنیم، توان داریم. یه کارخونه ای هم بیاییم مثلا دستمال کاغذی تولید بکنیم، توان داریم. ولی اگه بخوایم با ابرقدرت مذاکره کنیم، دیگه ناتوانیم. کی گفته این حرف؟ این حرف غلطه. ما توانمندیم، ما در تولید توانمندیم، ما در تکنولوژی پیشرفته توانمندیم، ما در قدرت نرم توانمندیم، ما در مذاکره هم توانمندیم. ما با طرف صحبت میکنیم، منطق داریم، ما منطق قوی داریم، ما منطقی داریم که میتونیم دشمن رو مجاب بکنیم، سر جاش بنشونیم. خب مگر عراق با ما جنگ نکرد 8 سال؟ یه همه کشتار کرد، همه ظلم کرد، همه جنایت کرد صدام و صدامیان. خب یه وقتی هم که لازم شد ما مذاکره کنیم، امام اجازه مذاکره داد.
ما در شهریور سال 67، شهریور سال 67 مذاکره رو شروع کردیم با عراق در ژنو، مذاکره کردیم و مذاکره هم ادامه دو سال مذاکره ادامه داشت. آخرش هم باز صدام اون نامه ها رو نوشت به مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، ایشون جواب داد، ما نامه جواب دادیم، ما نشستیم، ما مذاکره کردیم با اون آدم غدار، با اون آدمی که اون همه کشتار کرد تو ایران. هر که میخواد باشه حالا مذاکره که مشکل ما نداریم، میشینیم مذاکره میکنیم با منطق خودمون. بنابراین از مذاکره وین نترسید. بعضیا میترسن، حالا اون قدم که شما نگران هستید که مثلا زود این مذاکره به نتیجه برسه، تحریم فوری برداشته بشه، تو انتخابات مثلا مشکل پیدا کنید، حالا اونجوری هم که نیست، مذاکره پیچیدگی های خودش رو داره، اینقدر نگران نباشیم. انتخابات روز بسیار مهمی برای ما هست، انتخابات بسیار ارزشمنده، حضور مردم در انتخابات بسیار مهمه، ولی هیچ جناحی، هیچ فردی حق نداره زندگی مردم، معیشت مردم را به گروگان بگیره برای انتخابات. بذارین مردم راحت باشن، بذارین مردم زندگی کنن، بذارین تحریم برداشته بشه. این به نفع انتخاباته، این به نفع حضور مردم در انتخابات، این به نفع همه جناهاست. هیچ جناحی ضرر نمیکنه. بعضیا فکر میکنن ضرر میکنن، اشتباه میکنن، کسی ضرر نمیکنه. ما هر روز بتونیم، البته ما عجله نداریم برای اینکه بگیم مذاکرات همین امروز باشه فردا نباشه، نه، این وابسته به طرفه. ما آماده ایم، حرف ما هم روشنه، میگیم آمریکا باید برگرده به همون شرایط سالی که برجام رو ما امضا کردیم، سال 2015، همون که در همون تیر ماه 94 ما چه توافقی کردیم، ما باید برگردیم به تیر ماه 94 هرچه بودیم، که همون توافق، همون چیزایی که گفتیم اجرا کنیم، همونایی که ما پاش امضا کردیم، همون قطعنامه 2231 بر مبناش ما اجرا بکنیم. ما که حرف ما روشنه، به محض اینکه آمریکا اجرا کرد و ما دیدیم درسته و عملیاتی هست، بلافاصله ما هم عمل میکنیم، ما هم به همه تعهداتمون برمی‌گردیم، ما مشکلی نداریم. این که شما میبینید امروز ما اعلام کردیم آیار 6 رو در نتنز فعال خواهیم کرد یا غنیسازی رو به 60% خواهیم رسان، این پاسخ خباثت های شماست. نمیتونید شما توطئه کنید علیه ملت ایران، نمیتونید جنایت کنید در نتنز. دست شما رو ما میبریم وقتی جنایت کردید، دو تا دستتون رو ما زدیم، یکیش با آیار 6 زدیم، یکیش با 60% زدیم. معلومه که نمیستیم، ما معطل نمیمونیم. شما اگر میخواهید نسبت به فناوری صلح‌آمیز قانونی ایران که تحت نظارت آژانس بخواید تو اونجا اخلال برامو درست بکنید، اذیت کنید، ما باز هم در چارچوب قانون ما عمل میکنیم. البته شما کارتون تروریست هسته‌ای بوده، اما کار ما کار قانونی است. مثلا یک کاری بنا بوده 20 روز دیگه انجام بدیم، یه ماه دیگه انجام بدیم، الان زودتر داریم انجام بدیم، پاسخ شما رو میدیم. مردم ما بدونن اگر افرادی بر علیه ملت ما توطئه کردن، که حالا البته باید مقامات امنیتی ما، مقامات اطلاعاتی ما اون گزارشات نهایی رو به ما بدن، ولی حالا ظاهر هم این جنایت صهیونیست هاست، اگر صهیونیست ها علیه ملت ما اقدامی انجام بدن، ما پاسخ خواهیم داد. اولین پاسخ رو گرفتم، اولین پاسخ این بود که شما اگر آیاروان ما رو رو زمین دچار یه مشکلی کردید، ما دیگه جاش آیاروان نمیذاریم، اونو جمع میکنیم آیار 6 میذاریم، تا حالیتون بشه که نمیتونید با این خباثت ما رو از این فناوری باز دارید، ما رو از این قدرت باز دارید. ما میدونیم شما دارید چیکار میکنید، شما میخواهید در مذاکرات دست ما خالی بشه. نه، ما با دست پرتر در مذاکرات میریم، ما نخواهیم گذاشت دست ما خالی باشه. خب ما پاسخی که دادیم در نتنز این بود که جای آیاروان
آیار 6 رو به کار میگیریم. پاسخی که در نتنز دادیم به جای غنی سازی 3 و 67 الان غنی سازی 60% میخوایم انجام بدیم. اینو شما بدونید. پس ما پاسخ میدیم در برابر توطئه شما. اما در این حال فعالیت ما باز هم میگیم قطعا صلح‌آمیز خواهد بود، صرفا صلح‌آمیز خواهد بود، تحت نظر آژانس خواهد بود. 60% ما هم صلح‌آمیزه، 20% ما هم صلح‌آمیزه، 3% و 4% و 5% ما هم صلح‌آمیزه، همه هم تحت نظر آژانس. هر روزی هم شما به تعهداتتون برگردید، همون روز ما برمیگردیم به عین برجام. برجام هر چه گفته، گفته 3 و 67 هر چه که گفته، هر چه در برجام آمده ما به اون برمیگردیم، به شرط اینکه شما برگردید ما ببینیم واقعی است، یعنی در عمل ببینیم شما واقعا عمل کردید نه در زبان. به قول معروف ما راستی آزمایی بکنیم، وقتی دیدیم اینم زمان نمیبره، طول نمیکشه. حالا بعضیا فکر میکنن راستی آزمایی چون بلد نیستن میگن آقا راستی آزمایی، خب راستی آزمایی، خب ما بلدیم، نمیخواد شما قصه بخورید. راستی آزمایی ما نشستیم طراحی کردیم، وزرای با نشستن طراحی کردن، ما میدونیم چقدر زمان میبره، زمان زیادی نمیبره. هر وقت راستی آزمایی کردیم، یعنی وزیر نفت ما گفت آقا من نفت ما دارم میفروشم، وزیر نفت ما گفت کشتی من جایی که باید پهلو بگیره پهلو میگیره، بیمه ما گفت این کار داره انجام میگیره، بانک مرکزی ما گفت پول من آزاده دارم به خوبی جابجا میکنم، این چیزی نیست، این زمانی نمیبره، یه زمان کوتاهی میبره. وقتی این زمان رو ما دیدیم واقعا دارن درست عمل میکنن و واقعا درست دارن میگن و به تعهد عمل میکنن به همون جوری که دارن میگن، ما بلافاصله بعدش عمل میکنیم، اینم مشکلی نیست. به تمام تعهداتمون ما برمیگردیم، به شرط اینکه شما به تمام تعهداتتون برگردید و این کار انجام خواهد گرفت. بنابراین مسیری رو که ما امروز اتخاذ کردیم مسیری است که مردم ما میخوان. ما نماینده مردمیم، رئیس جمهور منتخب مردمه، 24 میلیون رأی داره با رئیس جمهور حرف میزنه، 73% مردم که در انتخابات شرکت کردن دارن با رئیس جمهور حرف میزنن، دارن با دولت حرف میزنن. ما خواست مردم و نظر مردم رو تا روز آخر، تا لحظه آخر اجرا میکنیم و عملیاتی میکنیم. برای ما مهم نیست که بعضی ها میگن آقا این دولت مثلا 110 روز زمانش مونده، 105 روز، 100 روز مونده، 10 روز مونده، 1 ساعت مونده. ما همون جور که در ماه اول عمل کردیم در ماه آخر عمل میکنیم. ما تحریم رو در 100 روز اول شکندیم، بگذارید ما در 100 روز آخر هم یه بار دیگه میشکنیم. ما دست ما رو باز بذارید، ما مشکلی نداریم، این کار رو انجام میدیم. قرار ما با همه وزرا، با همه معاونین، با همه مسئولین اینه که ما تا لحظه آخر فعالیت بکنیم و شما خواهید دید مردم ما تمام 5 شنبه‌های پیش رو رو افتتاح‌های مهم داریم، همین 5 شنبه فردا هم افتتاح‌های بسیار مهمی داریم مربوط به وزارت نفت. شما شاهد هستید، یک رقم بزرگی افتتاح رو فردا شما شاهدین. در بخش‌های دیگر هم، در بخش صنعت ما، در بخش برق، در بخش آب، همه جا ما در بخش آب و برق در همین مدت کوتاه باقی مانده دولت تا ماه مرداد که ماه پایانی این دولت هست، 173 طرح مهم افتتاح خواهد شد، از جمله 5 سد ملی رو تا مرداد ما افتتاح خواهیم کرد انشاءالله. 10 نیروگاه و تصفیه خانه آب و تصفیه خانه فاضلاب و اینا رو هم، 10 نیروگاه حرارتی، 13 تصفیه خانه آب، 19 تصفیه خانه فاضلاب، همه اینها رو ما تو همین مدت تو بقیه بخش ها همینطوره همه این کار رو خواهیم کرد. بنابراین دولت خودش رو متعهد میدونه به وظایفی که بر دوشش هست، اون وظایف رو عمل میکنه.
چارچوب مذاکرات ما رو مقام معظم رهبری به خوبی و به روشنی مشخص کردن، ما تو همون چارچوب فعالیت خودمون رو ادامه میدیم. اون چه باید انجام بده و طرف بدهکار ما عمدتا آمریکاست. آمریکایی‌ها بیان به تعهدات خودشون عمل کنن، دست از تحریم بردارن. خواهند دید ما هم بعد از راستی آزمایی که انجام میدیم به کلیه تعهداتمون باز خواهیم گشت انشالله. ماه مبارک و پربرکت رمضان برای همه ما انشالله مبارک باشه و ما بتونیم از این ماه پرعظمت بهره و استفاده کافی رو ببریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.